سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع از رهایی از غضب تا غضب برای رهایی. جلسه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قدرت روحی باعث نشاط انسان میشه، باعث این میشه که انسان مهربانتر با دیگران برخورد بکنه، باعث این میشه که انسان کمتر دچار شهوات بشه. اینها همه روایاتی است که درباره قوت و قدرت روحی آمده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلام شریفی میفرماید وقتی که قدرت زیاد بشه، اذا کثرت القدره قلت الشهوه، قدرت زیاد بشه شهوت رانی کم میشه، آدم اون اشتهای سیری ناپذیر و حرص خودش رو برای لذت بردن از دست میده. شهوات جلوی آدم رنگ میبازن. آدم قدرتمند، آدمی که از قدرت کافی برای لذت بردن برخوردار هست، دیگه لذت بردن از چشمش میفته، خصوصا کسی که این قدرت قدرت درونیش باشه. یا در اون روایتی که دیروز برای شما قرائت کردم فرمود که ثمره قدرت سروره. قدرت انسان رو به یک نشاط درونی میرسونه. قدرت اگر به دست بیاد، اگر حتی آدم بخواد یک کسی رو تنبیه هم بکنه، یک کسی رو مستحق ببینه که بزندش، نمیدونم حالا با زبون، با دست و بال، با هر چی، بهش ظلم نخواهد کرد، به حداقل مجازات اکتفا میکنه، رحم میکنه به دیگران. قدرت خیلی پاک کننده است. انشاءالله خداوند متعال ماها رو انسانهای قوی قرار بده. ولی این قدرت رو خیلی ها ازش اینجوری فرار میکنن که سعی میکنن مشکلات خودشون رو حل کنن که نیاز به قدرت نداشته باشن برای مواجهه با مشکلات. مثل اینکه کسی سعی بکنه که ماشین خوب داشته باشه، یه قدم راه میخواد بره با ماشین بره تا مبادا راه بره به نفس نفس بیفته. خب دونده باش، این که خیلی بهتره. از راه رفتن خسته نشو، قدرت خودتو افزایش بده. ماها گاهی از اوقات میایم یا امکاناتمون رو زیاد میکنیم جای قدرت، که کاملا اشتباهه. همین وضعی که الان دوچار شدیم مثال رایجش، اومدیم امکاناتی مثل ماشین رو اضافه کردیم، بدنها همه بیمار، ورزش کم، هزار تا بیماری دیگه. یعنی هزار تا که میگم لااقل 10-20 تا بیماری اساسی رو باید ما حساب بکنیم که میگن این بیماری ها همش ناشی از ورزش نکردنه. و الان با این امکاناتی که فراهم شده تقریبا دیگه امکان ورزش کردن وجود نداره. تو خیابونای تهران کسی بخواد ورزش بکنه، این هوای آلوده رو باید استنشاق بکنه، بدتر ممکنه یه عوارض دیگه ای داشته باشه. همه رفتن سراغ امکانات. این یکی از راه‌هایی است که بشر برای زندگی خودش به غلط انتخاب کرده، به صورت فراگیر خودشو داره نشون میده. به جای اینکه قدرت خودشو افزایش بده، وسائلی رو تهیه میکنه که اون وسائل بتونن ضعف او رو جبران کنن. مطلق نمیشه گفت ما وسائل رو بذاریم کنار، مرکب رو بذاریم کنار، ولی استفاده از وسائلی که میخواد ضعف ما رو برطرف بکنه زیادی بشه، ضعف ما اتفاقا بیشتر میشه و این لطمه میزنه به انسان. یا این که بخوایم
مشکلات سر راهمون نباشه تا قدرت نیاز نداشته باشیم برای حل اون مشکلات. یکی از دلایلی که خیلی ها خیلی وسواس خرج میدن در انتخاب همسر همین نگاه اشتباهه. قدرت همسرداری ندارن، قدرت اداره همسر ندارن، میگم اون آدم خوبی باشه چون من ضعیفم، من اعصاب ندارم، من تحمل ندارم، من به هم میریزم، اون پس آدم خوبی باشه. خب آدم تا چقدر میتونه مشکلات رو برطرف بکنه؟ اصلا زندگی رو باید اینگونه ترجمه کرد، اینگونه تفسیر کرد که زندگی محل درگیری است، محل وارد شدن به میدان مبارزه است. وقت ماها خیلی ساده لوحانه گاهی از اوقات لطیفه درست میکنیم برای کسانی که ازدواج میکنن که خودشو بیچاره کرد، خودشو بدبخت کرد. نه، مرد بود، وارد میدان مبارزه شد. یعنی چی خودشو بیچاره کرد؟ قدرت در روح انسان افزایش پیدا بکنه این ترجیح داره برای اینکه مشکلات برطرف بشه. قدرت در روح انسان افزایش پیدا کنه این ترجیح داره برای اینکه وسائلی برای زندگی راحت تر پیدا کنیم. ما قدرتمون رو باید افزایش بدیم. این راهی است که خدا سر راه ما قرار داده، بایدم بریم. نریم پاشو خواهیم خورد، صدمشو خواهیم دید. و از پدر مادرها هم شروع میشه که بچه‌های خودشون رو از 7 سالگی به بعد سخت کوش بار بیارن. میخوان از 7 سالگی به بعد بچه‌ها رو سخت کوش بار بیارن، باید اون 7 سال اول هم سیر بهشون محبت کرده باشن. بعد از 7 سالگی مثل بیه پادگان با بچه که برخورد بکنن، بچه میپذیره از این بابا و مامان. و بچه ها باید از 14 سالگی به بعد ببینن اگر مامان لوس بارشون آورده، بابا زیادی در خشکشون کرده، حالا آسیب پذیریشون زیاد شده، دیگه خودشون رو جمع کنن و جبران کنن ماجرا رو. انشالله ما بتونیم یه آموزش پرورشی داشته باشیم که به تربیت یک مقدار بها بده، یه مقدار بها بده. ما نظام آموزش پرورش اون متفاوت با این خواهد بود. شاید نظام آموزش پرورش بتونه 7 ساله تمام این 12 سال رو از نظر تعلیمات عمومی منتقل بکنه. و این رو من حساب شده دارم عرض می کنم خدمت شما. بعد از این 7 سال یه دوره 1 ساله در واقع ورزیدگی روحی در درگیری با مشکلات با انواع و اقسام اردوها بگذارن، من اسمشو نمیذارم سربازی، که تو 14 سال تمام شد، حالا وارد زندگی شدی، بجنگ تا بجنگیم، وارد عرصه مبارزه بکنن، سختی زندگی رو بچشه، خصوصا تو این زندگی شهری که قبلا هم در این باره ما یه مقدار صحبت کردیم. ما میگن هرچی واجبه مثل نون شب واجبه، مثل نون شب میمونه. و خدا نون شب ما رو، نونی که میخواییم بخوریم و چقدر سخت کرده تهیهش رو. از میوه سخت داره، از خیلی چیزا سخت داره. شما حسابش رو بکنید، این گندم رو آدم میکاره، بعد درو میکنه، بعد آرد بکنه، بعد خمیر رو کنه، بعد آتش، بعد بپزه. یکی از سخت‌ترین غذاهایی که میخواد پخته بشه نانه. امام صادق علیه السلام میفرماید دقت کنید ببینید چرا خدا نان رو اینقدر سخت قرار داده. خب این اثر تربیتی عجیب و غریب داره. اینا همه از زندگی‌های ما حذف شده. دیگه سر صف نونوایی هم اگه کسی وای میستاد الان زنگ میزنه سوپری براش تو مشمع هم دارن نونو میارن. این اینقدر هم زحمت نمیکشه. خب طبیعیه یه مقدار آدم دچار ضعف اخلاقی و تربیتی بشه. مدرسه برای چیه؟ برای اینکه اینا رو جبران کنه، نه مدرسه بدترش کنه. دست به سیاه‌سفید نزن، فقط بشین حفظ کن. حافظه ای که خدا دادیه، هیچ زحمتی هم لازم نیست واقعا آدم براش بکشه، فقط کافی توجهش جلب بشه. خب این فاسد میکنه انسان رو. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی بیکار بشه فاسد میشه. نظام آموزش پرورش اول باید بچه ها رو با رنج آشنا بکنه. خانواده ها یه جوری فکر بچه هاشون باشن، من نمیدونم،
نه این علم لازمه بیاموزه. در روایت هست جایی، من مفصل این روایت رو توضیح دادم خدمت دوستان، که میفرماید علم بدون رنج محال به دست بیاد. بدون رنج بچه شما چه رنجی دیده؟ آخه امام صادق علیه السلام که اشتباه نمیگن که، ایشون که دقیق میفرمان که علم بدون رنج که به دست نمیاد که. این استعدادهایی که ما ایرانی ها بچه های ما دارن فوق العاده است. هوش متوسط هاشون میتونن دانشمندان عالم بشن. اینو پیامبر گرامی اسلام فرمودن که ایرانی ها اینقدر دارای عقل و فهم و هوش و درایت هستن. در زمان ظهور شما خواهید دید که جهان چه خواهد شد از نظر علمی، انفجار علمی میشه. تا زمان ظهور هرچی علم رشد کرده باشه، از ظهور به بعد 25 واحد میشه در مقابل 2 واحد. باید اینا رو پذیرفت دیگه. اگه بنا باشه دین واقعا رشد علمی نیاره، اصلا به چه دردی میخوره؟ کجای ما رو میخواد خوشبخت کنه؟ خب طبیعتا هم اینطور هست. خب دین چی کار میکنه آدم رشد علمی بکنه؟ خب برنامه‌هاشو خودش هم اعلام کرده. الان بچه ای که حساب شده با رنج مواجه نشد، قدرتش از دست میره، ضعیف میشه. ضعیف که شده، یکی از ویژگی هاش اینه که عصبی مزاج خواهد بود. یکی از ویژگی هاش، خصوصا اگر این عصبی مزاج بودن رو از مادر هم به ارث برده باشه. مادرها خودشون وقتی ضعیف باشن عصبانیتشون رو ابراز میکنن دیگه. اگر عصبانیتشون رو ابراز کرد دیگه، شما زیاد دین و ایمان زیادی از بچه ها انتظار نداشته باش. راحت توی کلماتی عصبانیت خودشو بیان بکنه. قوت روحی خیلی مهمه. قوت روحی خیلی ارزشمنده. ارزشمندتر از معلوماتی است که ما به ذهن بچه هامون میگذاریم. حالا انشاءالله یه روزی ما به داد این مسائل فرهنگی و مبنایی برای معیشت برسیم، به داد این چیزا برسیم. شما فکر میکنید واقعا سیستم های اقتصادی ما ضعف دارن؟ البته سیستم های اقتصادیمون ضعف هایی دارن انصافا، همه هم اینو میگن که ما اساسا اقتصادمون بیماره، ولی خدا شاهد بیمارتر از اقتصادمون فرهنگ ماست، فرهنگ معیشت ماست، و اونو کسی درستش نمی کنه. خرابترش هم می کنیم. من وقتی که میگن فرهنگ، نمیرم سراغ 4 تا گناهی که تو مردم رواج داره. خب اون 4 تا گناه چرا رواج داره؟ چی دست ماست الان؟ اونا رو ما باید اول درست بکنیم. اون 4 تا گناه دیگه مثل مینگوجهی میمونن زیر تانک، یه تق تقی میکنن، نمیتونه جامعه رو اینجوری لطمه بزنه. منتها خب دیگه باید انشاءالله سیاسیون ما به فکر باشن این فرهنگ رو بهبود ببخشن. قوت روحی باید افزایش پیدا کنه، نه امکانات بیرونی، نه شرایط بهبود پیدا کنه. شرایط بهبود پیدا کنه بدون قوت روحی چه بسا فسادآورتر باشه. خب ما میخواستیم از قدرت روحی بگذاریم، برسیم به موضوع غضب. یک روایت برای شما بخونم، رابطه بین این قوت روحی و غضب که بحث ماست این رو ببینید. امام باقر علیه السلام میفرماید، در روایت دیگری هم نمونه هاش هست، لا قوت کرد الغضب، هیچ قوتی مانند رد کردن غضب نیست. قوت روحی کسی میخواد به دست بیاره با رد کردن غضب. من یه روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام میخونم، بنده که جرئت نمیکنم هیچ وقت این روایت رو اجرا کنم، به هیچ کسم توصیه نمیکنم این روایت رو اجرا کنیم، فقط بشنویم، اصلا یه وقت جدی نگیرید. حالا من برای سلامتی خودتون دارم عرض میکنم، برای سلامتی حالا روابط و میفرماید میخوای یک کسی رو به رفاقت انتخاب کنی، 3 بار عصبانیش کن.
ببین چی میگه، ببین چی کار میکنه. سه بار عصبانیش کنم چیزی هم من باقی نمیمونه، میزنه چک و چون منو پیاده میکنه. بعد میفرماد ببین چجوری عکس العمل نشون میده. اگه عکس العمل خوبی نشون داد اون رفیق خوبیه، اونو انتخاب کن برای رفاقت، آدم خوبیه. خیلی حرف ها در مورد غضب هست، یکیشو از همون جلو مولا ها وردارم بیارم همین اول بگم. نه اینکه از بس به تو علاقه داره عاشقته عصبانی نمیشه، نه اینکه ازت اینقدر حساب میبره وحشت میکنه ازت عصبانی نمیشه، نه، قدرت کنترل عصبانیتشو داره. اگه قدرت کنترل عصبانیت خودشو داره، این آدم خوبیه، با آدم خوب خوب آدم رفیق بشه. ما هم میتونیم این روایت ها رو اجرا کنیم. سه مرتبه، یعنی دو مرتبه کظم قیظ کرده، میگی نه یه بار دیگه باید عصبانیش کنم ببینم از کوره در میره یا نه. آقا نه دیگه، یه بار امتحانش کردیم اصلا یه پیدا نمیشه نمونش. یه بار عصبانیش کردم از کوره در نرفته، عالیه، اصلا بس باشه، همین خوبه، دیگه سعی میکنیم عصبانیش نکنیم. نه، آدم ضعیفه، آدم ضعیف تو رو هم ضعیف میکنه. آدمی که در درونش قوی هست اصلا قوت بهت میده، قدرت بهت میده، میری پیشش آروم میگیری. لا قوت کرد دل غضب، هیچ قوتی مانند رد کردن غضب نیست. این ورزش باستانی رو دیدید، میرن بدنها رو درش تقویت میکنن، سرشونه ها رو تقویت میکنن، خیلی ورزش خوبیه. خب معلومه وزنه بلند میکنن، کاه که نیست اینجوری میزنه بالا، میل سنگینه، شما دو دستی بلند کنی، یه دستی داره میپیچونه مچ و بازو، نه همه رو کار میکنه. چه ورزشی هم هست این ورزش، یه ورزش شهری هم هست، بیشتر از این که یه ورزش روستایی باشه. یعنی شهری ها که دیگه رو بازوها و پشت بازوها و سرشونه ها کار نمی کنن، اصلا این ورزش برشون حیاتیه. چقدر این ورزش حساب شده است. اما میبینید دیگه با وزنه، با فشاره. آه نه، فشار نیار بازوم ضعیف میشه. چه حرفی میزنی؟ فشار نیار بازوم ضعیف میشه. عصبانی نکن من روحیم خراب میشه. اصلا باید ما تو رو عصبانی کنیم تو قوی بشی. عصبی نشو ببینم. گفتم برای شما بعضی از عصبانیت ها تو زندگی قطعی تعبیه شده است، که حالا بعضی از این نمونه ها رو ما بعدا میگیم، مهمم نیست دیگه. شما که حالا دیگه بنا شد که دیگه قوی بشید دیگه، که دیگه حالا فرق نمی کنی این عصبانیت از کجا به آدم برسه. سوء تفاهم تو زندگی ها طبیعیه. بهترین آدم ها رو شما باشون زندگی کنید، حتما توی مقاطعی شما رو عصبی میکنن، دست خودشون هم نیست. این سوء تفاهم یه موضوع جدیه، مخصوصا مؤمن، که خداوند متعال مؤمن رو تشبیه کرده به چی؟ بفرمایید. حتما کسی به ذهنش نمیرسه الان چیزی که من بخوام بگم، به کیسه بوکس. اصلا کیسه بوکسی بگه که آقا این چرا به من مشت میزنه، به اون کیسه بوکس باید چی گفت؟ نادون، تو رو ساختن برای عجبا. الان همه یه لبخندی به کیسه بوکس بزنید که چه حرف مزخرفی میزنیم، میگه من مشت میزنم. روایت کیسه بوکس کجاست؟ میفرماد مؤمن یا همسرش اذیتش میکنه یا همسایش، هیچ کدوم اذیتش نکنن، یه رهگذر که رد میشه اذیتش میکنه. و نمونه های متعدد از این دست روایت. این اذیت ممکنه ناشی از بدی او باشه یا ممکنه ناشی از بدیش نباشه، مثل کودکی که، نوزادی که مادر رو اذیت میکنه، مادر رو بیدار نگه میداره. خب بهش میگه بچه بخواب، حالا روز وقت هست برای بیدار بودن، عاد همین شب میخواد بیدار باشه، کلافه، دست بچه هم نیست، اذیتش میکنه.
اینکه من گاهی از اوقات به خانوم ها بیشتر گیر میدم که شما ازتون انتظار نمیره که ضعیف و نفس باشید، مال اینه که آدم میبینه خدا به طور طبیعی از خانوم ها انتظار بیشتری داره. مثلا یه خانم فحش بده با یه آقا فحش بده تفاوتش چیه؟ 9 برابر بیشتر خدا خانم رو عذاب میکنه. فحش دادن برای آقا بده، برای خانم هم بده، ولی یه خانم فحش بده بیشتر عذاب میشه، روایت داره. چرا؟ چون خدا انتظار نداره، من به تو ظرفیت بیشتری دادم. از اون ور حیا برای خانم ها بیشتر گفته شده. اون قدرت حیات چی شد تو رو کنترل بکنه؟ ما به اجازه بدید یه بار غضب رو برای شما آنالیز بکنم، یعنی تجزیه بکنم، بگم غضب تشکیل شده از چه عناصریه، بعد به اولین عنصرش بپردازم. وقتی یه نفر غضبناک میشه چند تا عنصر دخالت دارن، دیدید؟ میگن آب هاش دو او تجزیهش که میکنن به عناصر ریزتر. ما تو صفات روحی انسان هم میتونیم اینا رو تقسیم بکنیم. دوستان یه بار بشنون، فهرستش بد نیست. این عناصر رو در موردش انشالله یکی یکی صحبت بکنیم. هر کدوم از این عناصر رو تقویت کنی، غضبت ضعیف شده، قوت روحیت انشالله افزایش پیدا میکنه. غضب ترکیبی است از این چند تا موضوع. 1، علاقه به خود، خودپرستی، خودخواهی، علاقه به علاقه های نفسانی داشتن، علاقه به دوست داشتنی ها و تأمین دوست داشتنی ها. خودخواهی، خودخواهی که میگیم باید معناشو توضیح داد. عصبانیت ها برای خودخواهی انواع و اقسام داره. شما هم راستیمون حدیث امام رضا علیه السلام که یه وقتایی با هم هی بهش اشاره کردیم، اگه یه وقت دیگه کسی یه جایی عصبانی نمیشه، 2 جایی عصبانی نمیشه، 3 جایی عصبانی نمیشه، گولشو نخور، شاید این اصلا رگ خوابش یه جای دیگه است، اونجا تحریکش کنی عصبانی بشه، که حالا در این باره انشالله صحبت خواهیم کرد. انواع خودخواهی ها دارن آدم ها. به همین دلیل امیرالمومنین میفرماید 3 بار عصبانیش کن. شاید معناش این باشه که تو 3 موقعیت عصبانیش کن. تو چی اکوره در میره؟ مثلا پولشو میگیری عصبانی نمیشه، آبروشو میگیری عصبانی نمیشه، باریکالله کارشو خراب میکنی عصبانی میشه. اینجا دوم شما این ور بود، ما اون ور میزدیم، نگو اونجا دومت نبود، دومت افتاده بود این ور، پا بذار رو دومش. یه هر کسی یه جوره دیگه. بعضی ها هستن آبروشون براشون مهمه، آبرو برای همه مهمه، ولی عصبانی چرا میشی شما؟ عصبانی چرا میشی؟ باید اونجا تمرین کنه. پس خودخواهی که میگیم انواع و اقسامی میتونه داشته باشه، حالا بذارید باشه بعدن. علاقه به خود، خودخواهی، علاقه به نفس، این پایه است. بعد 4 تا ویژگی عدمی دیگه هم بهش اضافه میشه تا میشه غضب. 1، بی‌صبری و عجله. این عجله پای کار همه بدی ها هست معمولا. خلق الانسان من عجل. انسان یه دونه عجله رو درست بکنه، یه رکن همه بدی ها رو کشیده، همه بدی ها شل میشن. بتونه آدم عجله رو یک حسابی ازش برسه. شتاب زدگی، همونی که ما بهش میگیم صبر، اگه نداشته باشه، که داشته باشه مانند سر است نسبت به بدن، نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به بدن، همون صبری که خب دیگه خودتون خیلی میدونید. عجله و بی صبری دیگه. ندیدن خدا، ندیدن خدا از چند جهت. یکی از این جهت که تو الان برای چی عصبانی میشی؟ چیزی رو از دست دادی، خدا بلده جبران کنه، روزی تو دست خداست، پس چرا عصبانی شدی؟ تو الان برای چی عصبانی شدی؟
مگه این کسی که سرش غضبناک شدی، حالا بعضی وقت آدم غضبش رو بیرون میریزه، ما قبلا گفتیم چه غضب رو بیرون بریزی، چه غضب رو درون بریزی، در درون خودت بیماری برای خودت درست بکنی، فرق نمیکنه، هر دوش غلطه. طرف خوشو زده، مریض کرده از شدت خودخوری، مثلا ابراز نکرده، خب تو خیلی بیجا کردی، اصلا ناراحت شدی. چرا ناراحت شدی که بریزی تو خودت، خودتو بزنی داغون کنی. غضب فقط معناش این بعدیش این نیست که آدم ابراز بکنه، به یکی فحش بده. حالا تو به کسی فحش هم ندی، فحشا رو می‌ریزی تو معده‌ت و اون همه فحش تو معده بریزه، معده چی میشه؟ بعضی اندوسکوپی بکنن میبینن تو معده‌شون کلی فحش هست، فحش فامیلی، فحش‌های مختلف. این فحشا چی خوردی؟ هیچ چی دیگه، تو خودم هی فحش دادم، خواستم با ادب باشم، اونم خرابه. فوش مثلا یک کسی بره خون بگیره، نمیدونم هست الان یا نه، آزمایش خون میگه آقا مقدار فوش خون من رو بررسی کن، آقا تو خیلی فوش تو خونت هست، اینا چجوری رفته تو خونت؟ این بیرون نداده ولی داده، تو توش بوده. وای که این اسلام چقدر نازنینه. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعصوب المؤمنین، پناهگاه مؤمنین، حیدر کرار، دار الحکمه، باب علوم نبوی. میفرماید نسبت به کسی امیدی داری بهت خیر برسونه، اذیتت کرد، تو دلت بهش فحش نده، تو دلت هم بهش بد نکن، دیگه خیرش بهت نمیرسه. عجیب عالمی ما داریم ما. این فلان فلان شده چرا جواب نمیده؟ نه، خراب کردی همه چیزا، دیگه از اون به تو خیری نمیرسه. وقتی که تو دلت فحش بدی هیچی نیست. اصلا غضبناک نشو. خدا این دهه محرمی غضب رو از جان ما و از جامعه ما ریشه کم بفرما. حالا جامعه ما که همه اینجا نیستن که، فقط فعلا برای خودمون دعا کن. نه، من و شما محکم بگیریم، اثرش مثل تشعشعات یک انفجار اتمی میره میخوره. همسایه ها میگن که ما یه مدتی آرومتر شدیم، اصلا خبر نداره ما اینجا چی گفتیم. ها، خوبی اینه، اثر داره. بذارید یه گریز بزنم برگردم بقیه فهرستم رو تکمیل کنم. میگه آورده بودن روانشناسا رو از خارج از کشور برای یه کنفرانسی تو ایران، بعد اینا رو بردن ایران رو بگردونن، مشهد امام رضا هم برده بودن، بعد رفته بودن تو حرم دیگه بیرون نمی اومدن، میگفتن آقا اینجا چقدر آرامش داره، شما چی به مردم گفتید این همه اینجا امواج مثبت داره؟ این یکی از اساتید میفرمودن، اساتید دانشگاه تهران. من پیش خودم میگفتم که خب بهش میگفتی اینجا محل مزار امام رضاست، راضیه، هر کی میاد راضی میشه، این رضا آرامشی که اینجا هست، از این رضایتی که اینجا هست، از شعاع وجودی امام رضاست. خوبی اینجوری اثر داره در عالم. چند تا شد تا حالا؟ 3 تا، درسته؟ خودخواهی، بی‌صبری، ندیدن خدا، عدم رحم به دیگران که غضب معمولا اینجوریه، حتی اونجایی که شما بروز نمیدی عدم رحم به دیگران هست، وقتی رحمت بیاد بهش توجیهش میکنی، نه نه فهمید، متوجه نشو، نه. تو ماشین نشستی، یکی پیچید جلوت ناغافل، بد جوری رانندگی کرد، حالتو گرفت، یه وقت به او غضبناک میشی، به او فحش میدی، یه وقت به او غضبناک میشی، به او فحش نمیدی، پیش خودت میگی عجب فران فران شده ها، عجب این آدم های، یه 4 تا همون فحش ها میریزی تو خونت. ببین اگه دلت به اون رحم بیاد اینم نمیگی،
من الان یه دونه من خودم اینو اجرا کردم، خیلی مفیده این قرص برای رفع غضب، خیلی مفید، قرص خوبیه. کپسول داشته باشید موقع رانندگی، همین مواقع استفاده کنید. تا دیدی یک کسی اذیت کرد بگو بچه‌ام اشتباه کرد، این بچه‌ام یه قرص کپسول خیلی موثره، بچه‌ام فکر کن بچه‌ته، نگو آدم هم بچه‌ش هم عصبانی میشه، یه حس مامانی بگیر، یه همه بچه‌ام بچه‌ام نفهمی بچه‌ام، اصلا عصبانیت برطرف میشه. اگه دیدی میگی بچه‌ام عصبانی میشی، این قرص دوزش رو ببر بالا. یه مدل دیگه هست، این 250 500ش هست، 500ش تو داروخونه نوشته نینی کوچولوی من دیگه. ببین نینی کوچولو جاش هم کثیف میکنه، مامان عصبانی نمیشه، نینی کوچولو دیگه. مامان همه بشین، راهش اینه دیگه. حالا ما گفتن از ما گفتن چند تا شد؟ 4 تا شد. یه دونه دیگه میخوام اضافه کنم، 5 تا. عدم تمرین برای مبارزه با هوای نفس، که حالا اینو من چرا از اون اولی جدا کردم بمونه انشاءالله برای فردا. عدم تمرین، بعضی ها زیاد آدم های خودخواهی نیستن، ولی تمرین مبارزه با هوای نفس ندارن. بچه خوبیه، هم تحویلش گرفتن، تمرین مبارزه با هوای نفس نداره بنده خدا، تجربهشو نداره زیاد. اینا بعضی وقتا راحت جهنم میرن. من دیدم آدمای برجسته مبارزه با هوای نفس نداره، با یه مشکلی که براش پیش اومد ضد انقلاب و ضد دین شد، واقعا مفسر اول، کلامی اول، فیلسوف اول، چه چیزی ها در حد و اندازه خودش. یعنی آدم باید یه 24 ساعت همینجور بشینه نگاهش کنید، واقع تو اینجوری شدی؟ بعد میگن چرا؟ میگه هیچی، دخترش رو فلان دانشگاه اذیت کردن، رفت پارتی بازی راش ندادن، حالا یا بی خود اذیت کردن یا با خود. رفت. بابا تو اصلا تمرین نداشتی برای مبارزه با هوای نفس، همینجوری الکی خوب بودی دیگه، را دستت بوده خوب بودی. امان از وقتی که آدم را دستش باشه خوب باشه. آقا شما خیلی خوشرو هستی، ماشاءالله، آفرین. نه ما ژنتیک، همه خانواده همه خوشرویم، مسئول روابط عمومی هم هستم که اصلا کارم خوشرویه دیگه، اصلا را دستمه دیگه، هم نون در میارم باش، هم راحته برام. پس این خوشرویی با اینکه تو خوبه، ولی مبارزه با هوای نفس توش نیست، هیچ وقت تو رو آدم نمی کنه. حالا یک کسی 7-8-10 تا صفت خوب اینجوری داشته باشه، مبارزه با هوای نفس تمرین نداره. پس خودخواهی، عدم تمرین و تجربه مبارزه با هوای نفس، ندیدن خدا، بی‌صبری، ندیدن آدم ها، این 5 تا عنصر جمع بشن دیگه جهنمی هست آدم دیگه، خیالتون راحت، دیگه تحمل نمی کنه. توی خونه خوب چی یاد میدن؟ خوب بودن صرفا یاد نمیدن، مبارزه با غضب یاد میدن. توی خونه خوب صبر یاد میدن. توی خانواده خوب، من مستقیم ببرمتون خرابه شام، گفتم بارها بازم میگم، این اون روزایی که باید تکرار کرد. اون سرباز یزید ملعون اومد مقابل یزید، گفت یه حرفی بهت بزنم، در امان هستم؟ گفت در امانی بگو. گفت ما خیلی بچه های حسین رو تو راه اذیت کردیم، خیلی. یه نمونهش رو به شما خواهم گفت امروز. این سرباز یا فرمانده یزید تعجبش از این بود، گفت این بچه های حسین یه بار یه حرف بد به ما نزدن،
الهی فدای خانوادت حسین، چی تربیت کرده بودی که تو بیابون و هرچی کتک خوردن با ادب رفتار کنه. خیلی با ادب بودن، خیلی با حیا بودن. اینکه 3 سال یه ابا عبدالله الحسین یه بار ناله میزنه من بابامو میخوام، بابا با سر میاد تو خرابه، این یعنی اینکه این دختر کوچولو خیلی تحمل کرده تا حالا، خیلی خودداری کرده، خیلی با حیاس، خیلی نجیبه. دیگه وقتی صدا میزنه من بابامو میخوام یعنی تمامه، یعنی تمامه، یعنی ابا عبدالله الحسین با زبان بی زبانی میفرماد من دخترم رو بزرگ کردم، میدونم چه دختر صبور، چه دختر با حیا، چه دختر نازنینی تربیت کردم. این وقتی میتونه نمیتونه دیگه بگه صبر کنه، میگه عم من بابامو میخوام، دیگه تمامه. همه باید به حرفش احترام بگذارن، من بابامو میخوام. کسی نیست دقیقه یه دفعه یه چیزی بخواد هی همه رو اذیت بکنه. دختریه که من خودم بزرگش کردم، تو بغل خودم بزرگ شد. اما امان از معرفت این دختر. تو رو خدا منو منعم نکنید که بگید یه دختر 3 ساله رو تو ازش چرا انقدر تقدیر میکنی. در روایت داره کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. و در روایت داره که حکمت رو خدا ممکنه به سبی بده. سبی یکی از مصادیقش بچه 3 سال است. گاهی میبینی یه بچه 3 ساله حکمت داره، شبیه انبیا سخن میگه. تازه بچه حسین علیه السلام نباشه ها. من حکمت رقیه رو برم. تا وقتی تازیانه بود رقیه پای کار بود، همچی که دید مثل این که دیگه دارن آزاد میکنن، همچی که دید دیگه از تناب خبری نیست، در واقع صدا زد عمه اجازه میدی من برم؟ تا وقتی پای تاول زده بود پای کار بود، هیچ اعتراضی نکرد. بگم تا وقتی گوشه خرابه بود و می اومدن دست بچه هاشون رو می گرفتن از مقابل خرابه عبور می کردن، تمسخر می کردن، صدقه می دادن، پای کار بود، رفیق نیمه راه نشد. اما دید نه دیگه، دیگه مثل این که تموم شد، عمه جانشون داره بچه ها رو آرام می کنه، بچه ها یک کمی دیگه آروم بگیرید. گفت خب دیگه سختی ها تموم شد، ما رفتیم، تا اونجا بود. ولی من حالا اجازه بدید به رقیه 3 ساله یه مطلبی بگم. رقیه جان، مادرتون، عمتون، رباب، همه به تو علاقه دارن، علاقه داشتن. تو که میدونی این خانواده داغ دارن، الان وقت رفتن بود؟ میدونید این داغ رقیه چی کار کرد؟ کجا خودشونشون داد؟ این آتیشی که تو دل شما هست از کجاست؟ تا اسرا رو آزاد کردن امام زین العابدین آمد صدا زد عمه جان زینب، ما الان رهاییم، شما بگو چه کنیم. جانم به زینب کبرا که محل مشورت امام زین العابدینه. و حضرت زینب سلام الله علیها به جای اینکه بفرمایند سری بریم یا به کربلا یا به مدینه، فرمودن اگر میشه ما رو از گوشه خرابه ببرن زیر یه سقفی چند روزی برای حسین گریه کنیم، جلسه روزه بگیریم. معلوم میشه تا اونجا اینا خودداری کردن، گریه نکردن. خب رفتن. الان هر کی میخواد داد بزنه، الان خانومه ها داد بزنن. رفتن اونجا شروع کردن گریه کردن. من میگم زینب ای جای خالی رقیه رو نگاه میکرد.
هی صدا میزد رقیه جان.